سلام درس سوم دیالوگ دموکراتیک رو شروع میکنیم این درس یه فرق داره با درس های پیش و درس های آینده درس های پیش بیشتر برای آگاهی راجع به اینکه دیالوگ دموکراتیک چی آشنایی بیشتر مقدماتی بود از درس چهارم به بعد وارد یه بررسی سیستماتیک دیسیپلین دیالوگ دموکراتیک ابزارش طراحیش یه کار بیشتر از جنس فناوریه ولی درس سوم قبل از اینکه وارد اون مرحله بشیم میخوایم یه قدری مستاقیش بکنیم بیاریم روی زمین میخوایم نمونه هایی رو که در بخش جهان دنیا تجربه شده از توش درس های در و نهادهای های مربوط به اونها حال اهمیت این فقط برای زمینی کردن و مصداقی کردن و یه حس همچین ملموستری از دیالوگ دموکراتیک نیست بلکه هر کدوم از این مسادقی که نام میبریم نهادهایی که باش کار کردن به صورت ابزاری هستن توی یه جبه ابزار که وقتی وارد مرحله طراحی دیالوگ دموکراتیک شدیم میتونیم ببینیم که اونجا بر مبنای نوع مشکل و محیط مشکلی که میخوایم حل بکنیم از کدوم ابزار از این ابزار بر استفاده کرد اول بیایم من فکر کردم دستبندی اگر بکنیم این مثال هایی رو که میخوایم راجع بهشون صحبت بکنیم به چهار کپه ام، یه قدری جنس این کپا با هم فرق داره و ابزاری هم که از توشون مستخرج هستند در ارتباط مستقیم با نوع مشکلی هستن که میخوان حل بکنن اینه که دست بندی نمیگم طبقه بندی اون حالت تاکسونومی رو نداره ولی دست, دست بندی اینا یه کمک میکنه کوپه اول مثال هایی هستن از دیالوگ دموکراتیک که مربوط به حقیقت یابی و آگاهی هستن معمولا مردم توی جامعه در بخشی از جامعه هستن و حقایق بخش خودشونو میدونن هنجارهای همون بخش نقطه نظرهایی که راجع به سایر مسائل در سایر نقاط اجتماع هست رو از دید اون بخشی که خودشون درش قرار گرفتن مد نظر دارن و این دسته از مثال های دیالوگ دموکراتیک اینه که از اون گوشه خودشون در بیان و آشناتر بشن آگاهی بیشتری پیدا بکنن از نقطه نظرهای دیگر مشکلات دیگر و جوری که بخش های دیگر اجتماع به اون مشکلات نگاه میکنن این یه جوری مشارکت در دانش پژوهیه که آدم فقط با نزدیکان اطرافیان خودش این کار نکنه با بخش های دیگری از اجتماع آگاهی های جدیدی پیدا بکنه مشترکن بخش دوم کپی دوم مثال ها از جنس ارتباط ساختن فقط آگاهی نیست برای این هست که اون جاهای اون شکاف هایی که اون گسل هایی که روش پل زده نشده پل زده بشه ارتباط برقرار بشه ارتباط مستمر برای حالا کارهای سازنده نوع مشکلات دیگری رو داره این نوع دیالوگ دموکراتیک از نظر لوجیستیکی فرق داره طول زمانش فرق داره ابزاری که درش استفاده میشه فرق داره ام و البته خب لازمم هست برای اینی که یه تفحص عمیقتری بشه در شناخت ریشههای های اختلافاتی که بین بخش های مختلف جامعه وجود داره بخش سوم اگه با کارهای هاورماس آشنایی داشته باشید آنچه که او میگوید دموکراسی گفتگویی بعضیا بهش میگن دموکراسی مشورتی در جاهایی وقتی که باز حمله به می میکنند راجب دموکراسی رایزنانه صحبت میکنند در بعضی از ادبیات عربی راجع به دموکراسی تشاوری و تداولی هم صحبت میکنند دیالوگ هایی که مربوط به این میشه مربوط به آگاهیسازی مشترک همکاری روی نه فقط تصمیمات مشترک اجتماع بلکه درک مشترک از مسائل اجتماع تعریف جدید مشارکتی از مشکلات اجتماع دیالوگ هایی که مربوط به این میشه در واقع در اجتماع این اتفاق میفته منتها دیالوگ دموکراتیک به صورت سیستماتیک و عمیقتر برای رسیدن به نتایج ملموستر ابزارهایی داره مصادقی, که در این کپی سوم میگنجند مربوط به همین دموکراسی گفتگوی هابرماس هست و دسته چهارم دیالوگ‌های دموکراتیکی هستند که تکیه روی فرایندهای پلورالیستی و چند صاحبه است چیزی که بعدها اشاره خواهیم کرد تکنیکا و ابزار خاص خودش رو داره مالتی استیک هولدر چند دانشگاه هستند به خصوص دانشگاهی در هلند که بعدا مشهور راجب صحبت خواهیم کرد که راجع به این سری فرایند ها صحبت میکنن خب همه این مثال ها در گروه های مختلفی گروه های کوچیکی اصلا 8 تا 12 نفر گروه های متوسط 15 تا 39 نفر و گروه های بزرگی که از 40 تا 40 هزار نفر در شرکت میکنن این هم یه دستبندی مقیاسی دیالوگ های دموکراتیک است پس دو نوع دستبندی الان داریم اینا رو بعدا تمیز خواهیم داد از هم دیگه دستبندی بعدی مربوط به جایی هست تقسیم جغرافیایی دیالوک های دموکراتیک در محیط های مختلفی شکل گرفتن با وجود اینکه بعدها نقاط مختلف اقتباس کردن کپی کردن این مدل ها رو ولی دیالوک های دموکراتیک که ریشه شون اولین تجربیاتشون در آمریکای شمالی بوده یا اروپای شمالی بوده یه حالتی رو دارن به یه مسائلی با تکیه بر یه مبانی فرهنگی برای دیالوگ هست خیلی فرق داره با اونایی که در آفریقا شروع شده در حالی که مثال های بسیار غنی هست از ابتدایی ترین جوامع در آفریقا که نوعی دیالوگ مثل دیالوگ دایره که الان راجع به صحبت خواهیم کرد وجود داره که کپی شده استفاده های زیادی ازش در جایی شده اونهایی که در آمریکای لاتین شکل گرفتن اونهایی که در میان سرخپوست آمریکای شمالی شکل گرفتن و مثالی از خاورمیانه هم داریم دستبندی بعدی راجع به نوع پرنسیپا و اصولی هست که هر کدوم از سری های دیالوگ دموکراتیک روش تکیه میکنن مثلا اون نمونه دیالوگ دایره که گفتیم از یک جوامع ابتدایی در میاد نمونه های بسیار خوبی داره از گردش رهبری رهبری متغیر در این فرایند های دایره ای نمونه هایی که از دموکراسی عمیق داریم راجع به تکیه میکنن روی حکمت و ظرفیت های برخواسته از اقلیت ها و اهمیت منظور کردن اونها برای پیدا کردن راه برای زندگی مشترک پرنسیپ هایی که در یه مدلی که حالا راجع به صحبت خواهیم کرد به نام قهوهخانه جهانی برای کشف و غربیل کردن انواع مختلف مسائل و فرموله کردن درست مسائل هست که بهترین جواب هست توی همون فرموله کردن صحیح در میاد بنابراین یه مقدار کار نظری مشترک توش انجام میشه حالا پس چهار نوع دستبندی رو هم دیدیم یکی دستبندی طبیعت کاری که انجام میشه یکی دستبندی حجمی مقیاسی یکی دستبندی جغرافیایی و یکم دستبندی پنسیپا و اصولی که استفاده میشه همه اینها در یک سایتی هست حالا من تمام این سایت ها رو بعدا یک جایی میذاریم و اشاره میکنیم مستقیم برمیگردیم که بتونین یادداشت بکنین هر کدوم از این سایت ها یه دروازه هست به نهادهایی که میتونین باشون تماس بگیرید میتونید مستقیم شروع کنید باشون کار کردن و از تجربیاتشون استفاده بکنید ولی همه اینها در یه سایتی به اسم دموکراتیک دیالوگ نتورک نقطه اورگ اینم خواهم نوشت منظور هستن میتونین مراجعه بکنید که یک جا آدرس این دروازه های مختلف رو برای دسترسی به نهادهای های مختلف پیدا بکنید گزارش ها مطالعات مورد به مورد نتیجه تجربیات کارگزاران هرفهی و غیر هرفهی دیالوگ اینا همه اونجا موجود هستن میتونیم به عنوان مرجع ازش استفاده بکنیم و درس هایی که برای کارگزاران آینده دیالوگ برای شما اگر بخواین کارگزار حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای دیالوگ بشین و برای دسترسی به اون جعبه ابزاری که قبلا راجع بهشون صحبت کردیم که در طراحی دیالوگ بتونید خودتون انتخاب بکنید که کدوم ابزار به درد دیالوگی میخواد میخوره که مد نظر خودتون هست خب حالا میریم به سراغ بخش اول این مثال ها اونایی که مربوط به حقیقتیابی و آگاهی اونایی که راجع به فهم ایجاد فهم مشترک از مسائلی هست که معمولا در اجتماع جدا جدا راجع بهشون فکر میکنیم مثال اول قهوه خانه جهانی راجع اشاره کردم این واقعا یه چیز جهانیه من آخرین باری که مراجعه کردم 65 جای مختلف دنیا از برزیل تا در آمریکای جنوبی تا تایلند دیدم نقطه های فعالی روی نقشه هست و این واقعا برای یک کار جهانی هست یعنی هر جایی راجع کشور خودشون منطقه خودشون مسائل مهم و اونجا میشنن صحبت میکنن بعد با هم دیگه مرتبط میشن برای که ببینن اشتراکات چی هست و از تجربه همدیگه بیاموزن گروه ها عوض میشن خیلی کارهای بین گروهی انجام میشه هم در سطح منطقه ای و هم در سطح خیلی بالاتر کارهای بین گروهی انجام میشه بین کشورهای مختلف و واقعا ابزار خیلی خوبی یعنی ابزاری که از تو این کار مشترک بین گروهی جهانی در میاد خیلی موارد استفادهش زیادتر هست به درد کلیدای هستن که به درد مشکلات تعداد مشکلات بیشتری میخورن کلید کارم هدایت تا موفقیت دیالوگ مهمترین جایی که روش تکیه میکنه اینجا کجاها شکست میخوره دیالوگ کجاها موفق میشه عللش چیه و خب این, این واقعا اشاره به تجربیات قهوه جهانی برای کارگزاران دیالوگ خیلی مهمه مثال دوم بهش میگن انواع دیالوگ فناوری فضای باز اینا بیشتر برای جاهایی هستن که تشکل خودجوش در یک فضای عمومی به وجود میاد و راههایی برای اینکه یک کارگزار تعلیم دیده دیالوگ بتونه اینا رو به نتیجه برسونه خیلی آسیب پذیر هستن تشکل های خودجوش یک کلید موفقیتشون اینه که یه رهبری پویا و تغییر پذیری توشون وجود داشته باشه برای که دینامیکس و سیر تحولی آنچه که در این تشکل خودجوش به وجود میاد خیلی سریعه غیر قابل پیشبینیه و بعد یه رهبری قابل تحول داشته باشه بتونه سریع نوآوری بکنه برای اینکه یه سیر سعودی در فعالیت این تشکل به وجود بیاد نخابه از بین نره شما مثلا اگر امثال مادران پارک لاله رو در نظر بگیرید کارگران هفت رو در نظر بگیرید دانشجویان امیر کبیر اجتماع ساکت بر مبنای برنامه‌ای که از قبل خب بوده معلم ها در مشهد مورد موردی بود مثلا که این سکوت میشکنه معلمان میرن با الساق عکس معلم های زندانی روی پلاکارتا کار شروع میکنن که ساکت به اینستن معمولین انتظامی میرن اینا رو میشکنن پلاکاردار رو یا از ها رو بر میدارن و اینجا سکوت میشکنه یه صحنه جدید به وجود میاد یه تشکل خودجوش اونجا به وجود میاد که مطابق برنامه قبلی نیست و اینجاست که دینامیزم و تحول در رهبری بسیار مهم میشه که سیر سعودی بدین به یه نتیجه مثبت برسونه نه اینکه شکست بخوره اینا در روحیه خیلی مهمه دیالوگ های دایره قبلا راجع به صحبت کردیم اولش از اتفاقا از جوامع ابتدایی مثل سرخپوستای آمریکایی شمالی شروع میشه یه نوع دایره دیگه هم هست که بهش میگن لگوتلا در آفریقا که از زبان ستسوانا میاد اونم هم همینه این بیشتر برای اینه که یه اختلاف قدرتی یا بالاتر پایینتر یا مرکزیتر دورتر از مرکز وجود نداشته باشه همه در یه موضع یکسان قرار گرفته باشن معمولا در یه دایره مینشینن و این دایره رو هم در فضای عمومی که متعلق به کسی نیست و بدون صاحب مطلقه برای این که کسی اونجا آها نباشه این برای حل مشکلات عمیق در فرایند لگوتلا در آفریقای جنوبی سابقش از یه دادگاه سنتی برای حل اختلافات توی اون جامعه سنتی به وجود اومده بود ولی حالا رشدی کرده و ابزارهایی از توش در اومده که تقطیر شده این تجربیات دارن در مثالهایی که مربوط به خیلی موارد مختلف از اون ریشه های این نو هست ازش استفاده میشه تکیه همش روی اینه که یه فضای امنی برای همه شرکت کنندگان باشه هیچکی تهدید نشه معمولا طول این دیالوگ باز ممکن روزها طول بکشه تکیه رو این هست که راه فقط راه جمعی هست هیچ فردی به خودی خود نمیتونه راه رو پیدا بکنه تاکید رو این هست که کسی ترک نکنه این حلقه رو همه اونهایی که باید حضور داشته باشن برای تنفیز نتایجی که این دایره بهش میرسه در اجتماع بعدا حضور داشته باشن اونجا اینها مشخصات فرایندهای دایره یا لگوتلا هستند یه مثال خیلی جالبتر دیگر از این نو دیالوگ دموکراتیک نمایش سرکوب شدگانه بهش میگن تی او سیتر از برزیل شروع شده این مشکلات بزرگ سیاسی و اجتماعی که در بدن وجودشون حس میکنن موضوع یه نمایش ای میشه که سناریوشو میمویسن با تعریف رول ها اما بعد این سناریو رو در مقابل نوزار میذارن و از نوزار دعوت میکنن که شرکت کنن هر کدومشون بیان یکی از رول های توی این سناریو رو بازی بکنن و اون مسئولیت اونا میشه که این بازی خوب پیش برسه بره به نتیجه مثبت برسه یا به نتیجه منفی برسه همش در ارتباط با اون مشکل اجتماعیه رول های مختلفی که مهم هستند در اون مشکل اجتماعی درش شرکت میکنن و این نوعی آگاهی تولید میکنه دینامیزم فکری که به وجود میاره اینه که یه فرد دیگه همون فرد با همون تعلقات فکری و هنجاری سنتی خودش نباشه بتونه به صورت دینامیک بین رول های مختلف خودش رو ببینه تحولی رو به وجود میاره که خیلی از گره ها و مشکلات رو حل میکنه این رو نه فقط به عنوان فرایندی که سر تا سر یه دیالوگ رو بپوشونه بلکه از ابزاری که در یه مقطع که یه گیری پیدا میشه در یه دیالوگ میشه ازش استفاده کرد دسته دوم دیالوگ ها همونطوری که قبلا عرض کردم ارتب... مربوط به ارتباط سازی ایجاد ارتباط پل زدن روی اختلافات جاهایی که این ارتباطات موجود نبوده چند تا مثال این رو به سرعت خدمتون عرض می کنم ولی باز میشه با مراجعه به منابعی که درد خواهد شد میتونید هر کدوم میخواین تعمق بیشتری روش بکنید هر کدوم به درد بیشتر میخوره برای منظور خودتون پی یه نوع دیالوگی که در آمریکای شمالی شروع شد و مجموعه ای از یه گزاره ها و تکنیک هایی هست برای جستجوی مشارکتی پیدا کردن راه خروج از صد اختلافات بزرگی که مثل مشکلات نژادی تضادهای فکری در هنجارهای جنسی باورهای طبقاتی میپردازه خیلی خوب کلاسه شده یک کتاب دستور عملی از تکنیک های پی سی پی در آمده که میشه بهش مراجعه کرد و از ابزار مهمی هستن که مستخرج از این به درد کارهای دیگه هم میخورن ولی برای این حل این مشکلات خیلی بنیادین و کلیدی در آمریکای شمالی به وجود اومده مورد دیگر نوع دیالوگ دموکراسی عمیق این اونجایی که کنگره ملی آفریقا تصمیم گرفت که برای پیروزیش در مبارزه با نژادپرستی پرستی باید ساختاراش تعمیق بکنه و بره در عمق اجتماع خیلی تکیه کردن روی حساس بودن و دقت کردن توجه کردن به صداهای خفته به مشکلاتی که انباشت پیدا میکنه ولی مرئی نیست بعدا ممکنه موجب یه انفجاری بشه مثل انفجارهایی که مثلا در سوئد سویت، سوئیتو مشاهده شد ولی چون خیلی به صورت سیستماتیک روش کار کردن باز جعبه ابزار خوبی تو این درآمده تکیه باز روی همون به رو کردن و از عمق به سطح در آوردن و در نظر گرفتن و مطرح کردن ناراحتی های عمیق خفته در اجتماع هست نوع دیگر دیالوگ دموکراتیک در این دسته اینترگروپ دیالوگ یا دیالوگ های میان گروهی هست که بیشتر تکیش بر روبرو شدن با قدرت نامتقارن و مسائل عدالت اجتماعی هست و مثال های خیلی خوبی از توش پیدا شده که راهلا از بعضی جاها از نوآوری های میاد مثل ساختن نوعی قدرت که موجب گرفتن قدرت از یک گروه دیگر اجتماعی نیست بلکه بازی قدرت رو در اجتماع مجموع متغیر میکنه و نه مجموع صفر مثل قدرت هایی که در عصر مثلا فناوری شبکه های اجتماعی به وجود اومده که قدرت جدید به وجود میره بدون این قدرتی از کسی بگیره مثال آخریم در این دسته مدرسه صلح بین فلسطین و اسرائیل سالها طول کشید مقدماتش چیده شد آمادگی های کافی براش به وجود اومد الان تازه میرسیم به جایی که یه رشد سریعی به وجود اومده و هر روز تعداد هواداران و, و شاگردان فعالین اولیه و مدرسین این مدرسه بیشتر شده و هر روز رول مهمتری رو برای رسیدن به صلح در خاور میانه اینها بازی خواهند کرد دسته سوم خاطرتون هست مربوط به کارهای هاورماس و دموکراسی گفتگویی یا رای زنانه میشه سه مثال این رو سریع عرض میکنم یکی به اسم CDC هست شورای رایزنی شهروندان این معمولا مشتی نمونه خروار از بلوک های مختلف اجتماعی میان متخصصین شرکت میکنن در بحثشون برای پیدا کردن راحل های برای مشکلات از دیدهای مختلف که معقول همه واقع بشه برای پیشنهاد به مسئولین NIF در نوع دیگری دیالوگ هست اینها انجمن شهرهای موازی هستند که خود شهروندان به پا میکنن نهادهای دولتی نیستن ولی راهی هستند برای ارتقا گرفتن از سطح درد دلهای معمولی و بحثهای عادی معمولا اینها چهار راه حل رو پیدا میکنن نه یکی با نکات مثبت و منفی هر کدوم برای اینکه اینها رو در مقابل مردم پشتیبانی بیشتری براش پیدا بکنن برای فشار آوردن روی مسئولین تصمیم گیرندگان دیالوگ رایزنی و سنجش که اول سنجش افکاری میکنن بعد نتایج اون رو مورد بحث قرار میدن سعی میکنن با دیالوگ به نتایج مشترکی برسن باز اینا رو بر میگردونن تو اجتماع سنجش مجدد میکنن که ببینن دیالوگ چه اثری گذاشته دسته چهارم فرایندهای های پلورالیستی و چند صاحبه بود اول نمونه AI رو میگم این خیلی فرق داره با انواع دیالوگ دیگر برای این هست که از نمایندگان بلوک های مختلف میارن تکنیک هایی هست برای اینکه اینا رو وارد فرایندی بکنن که خودشون پاسخ بدن چه نوع ارتباطی بین این گروه های مختلف مجموع رو به صورت یه جامعه ارگانیک به سوی حیات و نشاط بیشتر میبره و چه نوع ارتباطی با به سوی مرگ و نابودی میبره آزمایشگاه تغییر هست نوع دیگر دیالوگ قام به کارهای اوتو شرامر اینا رو منابعش هست میتونید اگه بخواید از ابزارش استفاده بکنید بعدم انواع دیالوگی هستن که دیگه در این دسته بندی ها نمی انواع دیالوگی هستن که به رجوع میکنن به اسطوره ها و داستان های سنتی و دو اونها رو در مزامین جدید بازی میکنن به صورت یه شرکت در یه نمایشی اینا خیلی جنبه مطلوبی داره برای بازگویی نتایجش برای مخاطبین عمومی و به هر حال تکنولوژی های جدید که از توی وب و اینترنت درآمده برای کمک به دیالوگ‌های مختلف